عظمت و شکوه تاریخ ایران را باید از بالا نظاریگر باشیم. قلب تاریخ و تمدن در 60 کیلومتری شیراز و بر دامنه کوه و دشت مرودشت واقع شده است. تمدنی به قدمت 2500 سال. پرسپولیس یا تخت جمشید، پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری خامنشیان بوده است. این بنای عظیم و زیبا در سال 518 پیش از میلاد به وسیله تعدادی از با تجربه ترین مهندسان، معماران و هنرمندان آن زمان ساخته شده است که از 4 گوشه عالم فرا خوانده شده بودند تا با مشارکت و هم‌اندیشی اولین بنایی را برپا سازند که بتواند هزاران سال نمادی از وحدت جهانی، صلح و برابری باشد. از پله ها آرام آرام مثل کبکی خوشخرام می توانید به راحتی بالا بروید، چه آرام و چه با شکوه. خیزهای 13 سانتیمتری و عرض 37.5 سانتیمتری شکوه این خرامیدن را بیشتر جلوه‌گر می کنند. بعد از گذشتن از پله‌ها، اولین بنایی که مثل عروسی زیبا با ستون‌های بلند به طنازی می‌پردازد، دروازه ملت‌ها یا خشایارشا است که یک جفت گاو بر دروازه شرقی و یک جفت گاو بالدار بر دروازه غربی از آن محافظت می‌کنند. بر پیشانی 4 جرز این دروازه کتیبه‌ای به زبان پارسی و ایلامی و بابلی خوش نشسته است. بگا وزرک اهورا مزدا، هیا امام بومی معدا، هیا عوام آسمان ادا، هیا مرتیم ادا. این کتیبه خشایارشاست که میگوید خدای بزرگ اهورا مزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، و چقدر جملات آشناست. همانند آیه الله الذی خلق السماوات والارض. بعد از دروازه ملل، کاخ آپادانا با ناز و ادا خودنمایی می کند و ویژگی های معماریش را نمایش می گذارد. از میان کاخ های تخت جمشید، کاخ آپادانا از قدمت و شکوه بیشتری برخوردار بوده است. ساختن این کاخ به دستور داریوش در حدود 515 سال پیش از میلاد آغاز شده و 30 سال به طول انجامید. تالار اصلی آن دارای 36 ستون بوده و در شرق، غرب و شمال آن ایوانهایی 12 ستونی وجود داشته است. کم کم نقش برجسته های پلکان آپادانا خود را نشان می دهند، جذاب و حیرت انگیز. اما شگفت انگیز تر این که در هیچ کدام از این نقش برجسته های تخت جمشید نقش هیچ بانوی را مشاهده نمی کنید. تاریخ نویسان می گویند پادشاهان هخامنشی دستور داده بودند که به هیچ وجه تصاویر بانوان را روی دیوارها حجاری نکنند، و این دستور نشانی است از ناموس پرستی ایرانیان در 2500 سال پیش. نقش برجسته های پلکان کاخ های تخت جمشید با نظم و ترتیبی خاص کنار هم چیده شدند، هر تصویر
واژه‌ای است موسیقیایی که شعری موزون و مقفا را مجسم می‌کند. از آپادانا که خارج می‌شوید به تالار صدستون می‌رسید. بزرگترین کاخ پذیرایی تخت جمشید با صد ستون سنگی پیش رویتان سینه می گشاید. این تالار پر از نقش و نگار عظمت آن را به رخ معماران جهان می کشد. نقش برجسته های عظیم درهای شرقی و غربی تالار صدستون را ببینید که بر سینه دروازه ها تراشیده شدند. در این نقش برجسته شاه حیوانی را از پا در می آورد که نشانه پیروزی بر نیروهای اهریمنی است. اهریمنها در هر درگاه به شکلی جداگانه حجاری شدند، شامل حیوانی بالدار یا گاو وحشی، شیر و مرغان شکاری. اینها نماد نیروهای اهریمنی هستند که باید از کشور و مملکت ایران دور شوند. در شرق قسمت اصلی حرمسرا و جنوب کاخ صدستون بقایای دستگاه ساختمانی بزرگ می‌یابیم که با دیواری ستبر احاطه شده و با خیابان‌های پهنی از همه بناهای اطرافش سوا شده است. این آثار بازمانده گنجینه بزرگ تخت جمشید است که اسکندر آن را تاراج کرد و به آتش کشید. ریخت اصلی این بنا هموار ثابت نبوده و از همان آغاز کار در طرحش دست بردند. تا آنجا که ما دریافته ایم، یکی از نخستین بناهایی که روی سفه ساخته شده و گویا مدتی هم از آن به عنوان ساختمانی اداری استفاده می کردند، خزانه اصلی داریوش بود. از نخستین کاخهایی که بر روی صفه تخت جمشید برآوردند، بنایی بود در جنوب غربی آپادانا و رو به جنوب، یعنی به سمت آفتاب. این بنا در یکی از کتیبه‌های منقور بر آن تچر خوانده شده است و در کتیبه دیگر از همان بنا حدیش و امروز به کاخ داریوش و یا تچر معروف است. کلمه تجر در زبان فارسی مانده و به صورت تجر و یا ترز در آمده است و آن را خانه زمستانی معنی کردند، ولی هیچ دلیلی که برساند این بنا سرای زمستانی داریوش بوده است در دست نیست. تخت جمشید اقامتگاه بهاری و مکان برگزاری جشن‌های شاهانه هخامنشی بوده است، مخصوصاً جشن‌های فروردگان که اواخر زمستان و اوایل بهار بوده است. کاخ اختصاصی خشایارشاه معروف به حدیش، به گواهی کتیبه‌هایش به فرمان خشایارشاه ساخته شده است. وی در یک کتیبه این بنا را حدیش خوانده، ولی در نبشته‌ای دیگر
آن را تچر نامیده است. بنابراین اطلاق نام حدیش بر این بنا چندان درست نیست، زیرا آشکار است که هر دو واژه یک معنی داشتند. تا چندی پیش همه مورخان هنر و باستانشناسان این کاخ را تمام و کمال ساخته خشایارشاه می دانستند. در شمال شرقی چاه سنگی و به مهازات صدستون آرامگاه اردشیر سوم که در سنگ کنده شده است دیده می شود. اهمیت مجموعه جهانی تخت جمشید نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان زبان زد خاص و عام است و در سال 1979 به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید و همواره یکی از مهمترین جاذبه های تاریخی فارس و ایران هم برای گردشگران ایرانی و هم خارجی محسوب می شود.